بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إمام بخاري رحمة الله عليه گفتن باب إذا نوى بالنهار صوما، باب در باره خص آن که اگر روزانه نیتی روزه کند، یعنی اصلا انسان غالبا شبانه نیت میکند که پگاه روزه میدارم. امام بخاری میگن که یعنی یکی روزانه نیت کند، چی در نصف روز خواهد که امروز روزه گیرد، تا نصف روز چیزی نخورده است، بعد نیت کرد که باقی مانده روز رو روزه دارد، آیا این جایز است؟ روزه او درست است یا نه؟ یعنی درست است. امام بخاری چون این باب گذاشتن که معنای باب گذاریشان این است که باب درباره جایز بودن نیت کردن روزه، یعنی در اثنای روز. و چند از صحابه ها که در این مذهب بودند نقل کردند و اینچنین یه حدیث را هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردند. گفتند و قالت ام الدرداء کان ابو الدرداء یقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فانی صائم یومی هذا. از ام الدرداء نقل کردند، صحابیه رضی الله عنها میگوید، از شوهرش نقل میکند که ابو الدرداء می آمد و می گفت که طعام دارد، یعنی به خوراک نصف روزی چیز دارد؟ اگر ما گوییم که نه، او می گفت که این طور باشد من امروز روزه هستم. این رفتار صحابه ابو الدرداء رضی الله عنه دلالت می کند که در نصف روز روزه نیت کردن اجازت است، مادامی که تا آن وقت چیز نخورده یا ننوشیده باشد. اصلا روزه رمضان را باید شبانه نیت کند. از حفصه مادر مومین ها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له. کسی که شبانه نیت نکند، یعنی پگاه روزه می دارم گفته، روزه نداشته است گفته. این حدیث در سنن نسائی و ابو داود و ترمذی آمده است. یعنی این مقصود ماه رمضان است. ماه رمضان باید انسان شبانه نیت کند که پگاه روزه می دارم گفته، یا مطلقا نیت کند، پره نیت کند که ماه مبارک رمضان جملتان تمام ماه مبارک رمضان را چی؟ روزه می دارم افته نیت کنم. خب و در دوامش گفتن که وفعله ابو طلحه و ابو هریره و ابن عباس و حذیفه رضی الله عنهم. و این کار ابو طلحه، ابو هریره، ابن عباس، حذیفه هم الله از جمعیشان راضی شود می کردن. یعنی آنها نصف روز نیت می کردن که امروز روزه گیرن. و این از پیامبر صلی الله علیه و سلم هم آمده است. حضرت عایشه گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن چیز دارد برای تمام نصف روزی؟ گفتیم نه. گفتن که اینی اذن صائمون، این طور باشد من روزه هستم گفتن. این دلالت به حسن خلق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه که مادامی که طعام نیست در خانه، دیگر جنگ و جدال نمی کردند و میگفتند که این طور باشد من روزه، مسئله حل. و بعد این که از این صحابه ها امام بخاری نقل کردند که آنها در نصف روز نیتی روزه کردند، بعد حدیثی را ذکر کردند. حدیثی 1924 امام بخاری گفتند که حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم
او قال فلیسم و من لم یأکل فلا یأکل. سلامت ابن الاکوع رضی الله عنه میگوین که پیامبر صلی الله علیه وسلم یه مردی را فرستادند. حافظ ابن حجر در فتح الباری نام این مرد را گفتند که هند ابن اسماعه الاسلمی، نامش هند است، گفتند پسر اسلمه، پدرش، خودش، عمکش، عمش مسلمان صحابه بودند. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم این مرد را فرستادند. نام این مرد کی بود؟ است هند ابن اسماعه الاسلمی. چی گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ گفتن که اینکه ندا کند در بین مردم، در بین مردم ندا کند، یعنی اعلان کند. و آن روز روز عاشورا بود. گفتن من اکل فلیتم، کسی که تا این دم خورد است، تا نصف روزی خورد است، طعام خورد است، شراب نوشیده است، فلیتم، معنای کلمه فلیتم یک معناش این است که باقی مانده روز روزه دارد، یعنی نصف روزی باقی مانده روزه دارد، دیگر نخورد هیچ چیز، ننوشد، برای حرمت این روز، چون که روز عاشورا روز حرمت دارد، روز بزرگ است که درباره عاشورا ما در باب خودش، روزی که الله تعالی موسی را از فرعون نجات داد، روزی که حضرت نوح کشتیشان آمده به خشکی رسید، روزی که حتی از یهود و نصارا روزه می گرفتند و حتی در زمان جاهلیت مشرک های عرب روزه می گرفتند. یعنی این روز در نزد نه فقط سه دین ها، دین های آسمانی یا عمومی پیغمبر ها، بلکه در حتی مشرک ها نیز این روز را تعظیم می کردن، بزرگ می شماریدن. و بنابراین در بعض قوله ها روزه داشتن روز عاشورا پیش از فرض شدن رمضان فرض بود، روز عاشورا روزه حتمی بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اکل فلیتم، کسی اگر تا این دم خورده باشد پس باقی مانده روزش نخورد. این قوم از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور بودند، آنها بیخبر بودند. پیامبر اسلام این نماینده فرستادند، رفته در بین مردم ندا کند، اعلان کند که کسی که تا این دم، یعنی تا نصف روز اگر خورده باشد باقی مانده روز را نخورد، روزه دارد، همچون احترام این روز. و بعد از آن یک روز قضاگی داشته میتید بنابر بعض قوله ها. یا اینکه در همین روایت است که او قال فلیسوم، کسی که خورده باشد تا این دم باقی مانده روزه، یعنی روزه گیرد. و من لم یاکل فلا یاکل، کدام آدمی که تا این دم نخورده باشد بگذار تا بیگاهی نخورد و روزه اش را مکمل کند. گفتند این حدیث دلالت میکند که در میان روز نیت کردن روزه درست است، غیر رمضان چه خیلی گفتیم. الله اعلم.